روز پنجشنبه نجات یک دختر 17 ساله از زیر ویرانه‌های قهرمان ماراش، نزدیکترین منطقه به مرکز زمین لرزه مرگبار ترکیه، 10 روز بعد از وقوع فاجعه، امید به زنده یافتن و بیرون کشیدن افراد بیشتری از زیر آوار در مناطق زلزله زده را همچنان زنده نگه داشته است. بنا به گزارش‌ها، امدادگران در ترکیه روز چهارشنبه نیز 9 نفر را از زیر آوار نجات دادند. با این حال هر روز بر شمار تلفات زمین لرزه در ترکیه و سوریه افزوده می شود. زمین لرزه 6 فوریه همچنین بیش از 1 میلیون آواره و هزاران زخمی به جا گذاشته است. پزشکان در سوریه از اشباع بیمارستان ها و کمبود دارو برای کمک به آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده خبر می دهند. امروز محموله ای از کمک های انسان دوستانه متشکل از بیش از 100 کامیون وارد سوریه شد. با این حال صلیب سرخ و هلال احمر درباره شیوع احتمالی بیماری در مناطق زلزله زده سوریه هشدار داده و بر ضرورت تامین هرچه سریعتر سرپناه دائمی برای صدها هزار آواره سوری تاکید کردند. به گفته سخنگوی یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، کمبود آب، غذا، پتو و نبود حمایت و مراقبت‌های روحی و روانی کودکان آواره سوری در مناطق زلزله زده را تهدید می‌کند.